الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، براتون بهترین اوقات رو، بهترین لحظه ها رو و پر برکت ترین ایام رو براتون آرزو میکنم و اینکه از لحظه این ایام خوب بتونید بهره کافی رو ببرید و دلهاتون رو جلا بدید به یاد خداوند و عبادت و طاعت و ذکر و تسبیحات و انواع و اقسام عبادات دیگری که در این ماه هست. میرم سراغ سوال شما بینندگان عزیز. مقداری تأخیر کردم، دیگه وارد مقدمه ای نمیشم مستقیما. ببینیم بیننده عزیز چه پیامی دارن. میگن اگر از آن را نشنید افطار کند یا خیر. به بحث این نیست که آیا اذان شنید یا نشنید، اذان نشانه اعلام دخول وقت غروبه. اگر وقت غروب شروع شده، شما تایم دارید، وقت دارید و ساعتهایی که تعیین شده، اگر اوقات شرعی رو داشته باشید، اگر وقت شرعی غروب آفتاب رسیده باشه، اون وقت دیگه اذان بشنوید یا نشنوید دیگه میتونید افطار کنید. و این اوقات شرعی هم در من قبلا هم اعلام کردم که اپلیکیشن هایی که مخصوص اوقات شرعی و سایت هایم هست که همین کارو میکنه، وقت شرعی رو به شما میگه. در هر شهری از شهرهای ایران یا افغانستان یا تاجیکستان یا هر جای دنیا باشید فرق نمیکنه، اوقات شرعی رو بهتون میگه که غروب آفتاب کیه و شما چگونه میتونید افطار کنید و همچنین بهتون میگه اوقات شرعی نمازهای پنجگانه چه وقتایی هست. اگر وقت شرعی داخل شده، یعنی وقت ما وارد غروب آفتاب شدیم، آفتاب غروب کرده، در نتیجه میتونید افطار کنید. اما سوال بیننده عزیز دیگری میگن که سلام، زکات 300 میلیون پول چقدر میشود؟ یعنی چند باید داد این زکات رو؟ ببینید زکات 300 میلیون، این 300 میلیون اگه ضرب در 2.5% بکنید حاصلش هر چی شد میشه زکاتش. اگه 300 رو ضرب در 2.5 بکنی میشه 7.500.000 تومان، یعنی 7.500.000 تومان زکات 300 میلیون تو میشه. یعنی در هر 100 میلیونی 250,000، در هر ببرین 2.500.000، در هر 100 میلیون 2.500.000 زکات میدید و 300 میلیونتون در هر 100 میلیون 2.500.000، در 3 میلیونتون 7.500.000 زکات میدید. با سلام و درود مجدد خدمت شما بزرگواران. میگه من پسری هستم، تشکیل خانواده دادم و از پدر و مادرم جدا شدم. پدر و مادرم یه پسر معلول دارند، بجز پول یاران و کمیته امداد که حد اکثر 500,000 تومان بیشتر نمیشود، هیچ درآمدی ندارند. آیا من میتوانم پول فطریه رو به آنها بپردازم؟ اجرکم عند الله. اما شما زکات فطرتون رو و زکات مالتون رو نمیتونید به پدر و مادرتون بدید، ولی به برادرتون میدید. جایز پول زکات فطرتون رو به برادرتون بدید، ولی به پدر و مادر نمیشه زکات داد، نه زکات مال نه زکات فطر. باید به پدر و مادرتون از خالص پول خودتون بدید، از خالص پولتون، یعنی اونی که برای خودت و خانوادت خرج میکنی دقیقا باید از همونه برای پدر و مادرت خرج کنی. و اما زکات متعلق به فقیر و مستمند هست. حتی پدر و مادر اگه فقیر باشن، شما نباید اونا رو فقیر حساب کنی و صدقه بهشون بدی، بلکه باید از پول خالص خودت بدی. بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. خواهش میکنم. علی از ایران هستم. بفرما آقا علی.
دو تا سوال داشتم به بخش های زانانی. بفرمایید. سوال اول هم این که خواستم ببینم کاشت برنج هم زکات داره یا نه. بعد سوال دوم اینه که تقسیم دیه مقتول هم چطور تقسیم میشه بین اعضای خانواده؟ بله. سوال دیگه ند... بله ممنون هستم آسمان علی. خدا. اما برنج میگه آیا برنج زکات داره؟ بله برنج هم زکات داره. تمام محصولاتی که مثل برنج هستند، مثل گندم هستند، مثل جو هستند، خدا در قرآن کریم فرمود و انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض. از طیباتی که کسب میکنید، یعنی از طریق تجارت و فعالیت‌های دیگه به دست میارید و از اونی که از زمین استخراج میکنید، یعنی محصولات کشاورزی، زکاتش رو باید بدید. و اما زکات از اونجایی که برنج رو هزینه براش میکنید، آبیاری کردن تا بقیه مسائل دیگه، زکاتش 5% هست. ولی اگه هزینه نکنید، یعنی عرصود آبی که هست آب روانی باشه که شما کار خاصی براش انجام ندید، یا آب باران یا هرچی، اگه آب روانی است که شما کاری نمی کنید، مثال عرض می کنم، هزینه ای برای آب نمیدید، اگه پول آب رو میدید، هزینه می کنید برای آبیاریش، برای هزینه های بیشتری داره غیر از هزینه کشت، اون وقته که 5%. اما اگه هزینه ندارید 10% باید زکات پرداخت بکنید مثل دین. اما تقسیم دیه مقتول چگونه خواهد بود؟ ببینید دیه مقتول، اگر این مقتول بستگی داره که آیا از جمله ورثه، یعنی اونایی که باقی موندن اهل ورثه، آیا ارث برن؟ تمام اعضای ارث بر به سهم الارث خودشون ارث می‌برن. مثلا اگر پدر باشه و مادر باشه و فرزندم داشته باشه، اونی که مقتوله، دیه ای که میگیرن پدر یک ششم، مادر یک ششم، بقیش هم مال فرزندشون. اگر نه برادر داشته باشه، پدر و مادر هم داشته باشه، اون وقته که فرزند و همسر نداشته باشه، خب همه ارث مادر ارث خودش رو میبره یک ششم و پدر بقیه رو میبره، برادر ها هیچی نمیبرن، ارثی بهشون نمیرسه. بستگی داره، باید شما بدونید که دیه مثل ارث تقسیم میشه، دقیقا ارثه، یعنی بر اساس ارثی که از تقسیم میکنید و سهم الارث خودش رو هر کسی میبره. بفرمایید. سلام و رحمت الله. بفرمایید. این سوال داشته. بفرمایید، خواهش میکنم. مثلا پولی که روی خونه هستم باید زکات بدیم؟ پیش خونه؟ بله. بله جواب میدم خدمتون. ممنون از تماستون. اما پول پیش خونه، من قبلا هم این رو در برنامه‌های مختلفی گفتم، پول پیش خونه شما برای تهیه خونه این پولو دادید، لذا به نظر بنده زکات نداره. این پول قرض نیست، شما قرض الحسن ندادید بهشون، پولی رو دادید خونه رو تهیه کردید. این زمانه جوری هست که اگه پول پیش خونه ندی خونه بهت نمیدن، لذا یه پول پیش دادید و خونه تهیه کردید. برای تهیه اساسی ترین مسئله زندگی انسان و اون هم خونه هست. من دارم این رو میگم که اگر کسی خونه داشته باشه آیا زکات خونش رو میده؟ شرعا زکات نداره خونه، خونه ای که خودش درش نشسته. خب اون کسی هم که پول پیشی رو داده، یه خونه ای رو تهیه کرده، درش نشسته، زندگی میکنه، پول پیش این خونه زکات نداره. اما سوال بیننده دیگری. سلام علیکم، خسته نباشین استاد محترم، خوب هستین؟ قبول باشه روز نمازاتن.
دیشب سحری استاد محترم ما خواب موندیم، بلند شدیم که وقت اذان بود، اذان صبح داشت میگفت، بعد تا موقع اذان گفتن هم اذان میگفت، اما سحری رو گرفتیم میخوردیم، یعنی سحری میکردیم. آیا درست هست یا نه روزه ایمون؟ دست شما درد نکنه، ممنون. بله سلام علیکم استاد محترم، خوب هستم؟ روزه نمازتون قبل حق باشه. استاد محترم سوال داشتم درباره سجده تلاوت، آیا همون به آیه سجده تلاوت نزدیک میشیم اون آیه رو نخونیم رد بشیم بعد آیه بعدش رو شروع کنیم، آیا گناه داره یا نه؟ درباره سجده تلاوت همین توضیح. اما اینکه اذان گفته و بعد از با صدای اذان بیدار شدید بعدم شروع کردید به غذا خوردن تا آخرش ادامه دادید، اگر مؤذن اذان رو در سر وقت و تایم دقیق خودش گفته باشه روزه شما باطله و روزه ندارید، روزتون روزه اون روزتون باطله، امساک میکنید تا غروب آفتاب، ولی بعد از رمضان این روز رو قضا میکنید. اگر اذان دقیق باشه، یعنی همین که گفت الله اکبر این دیگه تموم شده، وقت روز شروع شده، شب پایان شده، مگه اینکه این مؤذن زودتر از وقت از آن بگه. اگه مطمئنید مؤذنتون مثلا 10 دقیقه یا رو 5 دقیقه نمیدونم چند دقیقه قبل از وقت شرعیش داره از آن میگه، زودتر داره از آن میگه، اشکال نداره بخورید تا آخر از آن. اما سوال بعدی ایشون میگه اگه به سجده تلاوت رسیدی، آیه‌ای که درش سجده تلاوته، این آیه رو نخوندی، رد شدی رفتی آیه دیگه خوندی، خب چرا این کارو میکنی؟ میخوای اجر و ثواب سجده رو از دست بدی؟ و چه لزومی داره این کارو بکنی؟ انسان به دنبال اجر میگرده، شما به دنبال اجر دارید قرآن میخونید، خب دیگه چرا رد بشید؟ و لذا سعی کنید که بخونید و سجده کنید. سجده تلاوت سنت مؤکده، نزد برخی از اهل علم هم واجبه، سنت مؤکده، هر وقتی به اون آیاتی رسیدی که درش سجده تلاوت هست، اون سجده رو، اون آیه رو بخونید تا آخر انتهای آیه که رسیدید یک بار سجده میکنید، یعنی یک سجده میکنید، تسبیحاتش هم مثل تسبیحات نماز بگید و تموم شد. برخی از اهل علم میگن سجده تلاوت مانند نمازه، باید وضو داشته باشی، باید تکبیر بگی، باید سلام بدی، و اما جمهور فقها بر این رأی هستن که مانند نماز نیست، تکبیر نمیخواست اگر در خارج نماز باشی و سلام دادن هم نداره، لذا همینطوری که آیه رو خوندی سجده میکنی و بعد بلند میشه ادامه میدی قرائتت رو. و اما سوال عزیز دیگری، السلام علیکم و رحمت الله. برادرم میخواستم بپرسم در مورد مسئله رحم که توی اسلام اینقدر مهم روش تاکید شده. خب مثلا یه شخصی خانواده‌اش بهش خیلی آسیب میزنن، چه جوری بهتون بگم، مثلا یه بار به زور شوهرش دادن، شوهر هر روز کتک، هر روز دوایی، دختر تا به سن بلوغ رسید طلاق گرفت و بعد خانواده‌اش یعنی در حدی براش خطرناک هستن که شاید مثلا حتی منجر به مرگش بشه، یا یه زندگی که شبیه زندانه، زندگی که خیلی توش سختی میبینه، اومده یه گوشه برای خودش زندگی میکنه، با برادرش هم شاید در ارتباط هست، خب ولی خب مثلا همیشه از برادرش حلالیت میخواد، نمیدونم بهش پیام میده، باش حرف میزنه، برادرش بهش محل نمیذاره، خیلی کم باش صحبت میکنه، در حد یه سلام فقط، و حتی به برادرش گفته که میخواد با پدرش صحبت کنه، اجازه بده، برادرش هم این اجازه رو نمیده. این یعنی کلن به طور کل این ارتباط میتونه براش خیلی خطرناک باشه. حالا اینجور شخصی در مورد این مؤاخذه میشه یا نه؟ و دوم این که اگه یکی بعد اسم بچهش رو غیر اسلامی بذاره، مثلا اسمای اسلامی نباشه، اسمی هم نباشه که معنیش بد باشه، معنی خوبی داشته باشه، چی میشه؟ صله رحم بسیار مهمه و تأکیدم برش شده در شرع، میدونید. و اما صله رحم برای
رشد انسان باید باشه، برای تقویت انسان باید باشه، برای زیاد شدن انسان باشه، نه کم شدن و ضرر دیدن. هر ارتباطی و هر رابطه‌ای که در اون خیر دین و دنیا نباشه باید قطع بشه. و در نتیجه رابطه شما با پدر و مادرتون رو حفظ کنید و سعی کنید که باشون در ارتباط باشید و تلاشتون رو بکنید. اما اگه اونا قطع کردن، گناه کردن خودشونه. شما تلاشتون رو کردید، وظیفتون رو انجام دادید. اگه فکر میکنی واقعا جون در خطره، به هر شیوهی که میتونی خودت رو حفظ کن، تا هم جون خودت رو حفظ کرده باشی، هم اونا رو از انجام یک ارتکاب یک گناه بزرگ منع کرده باشی و جلوشون رو گرفته باشی. اونا مرتکب گناه بزرگی شدن که شما رو اینطوری طرد کردن، و اونایی که این رابطه رو قطع کردن گناه بزرگی کردند. باید توبه کنن از برادرتون، از پدرتون، از مادرتون. درسته ما وظیفه داریم نسبت به پدر و مادرمون، درسته ما واجبمون این هست که باید به طرف اونها بریم، ولی اونها هم نباید ما رو پس بزنن و نباید فرزندانشون رو پس بزنن. همونطوری که فرزند حق داره نسبت به پدر و مادر، پدر و مادرم حق دارن بر فرزندشون. این حق متقابل هست و در هر رابطه‌ای باید هر دو طرف استفاده کنن، هم به خیر و صلاح این باشه، هم به خیر و صلاح اون باشه. و اما سوال دیگه‌تون در مورد اسم اسلامی، چیزی ما نداریم به اسم اسم‌های اسلامی. هر اسمی که معناش خوب باشه در شرع جایزه. دیگه نباید اسمشو بذاری این یه اسم اسلامیه، این اسم نمیدونم فلان غیر اسلامیه. شرع میاد حکمی رو میده در مورد همه اسمهای خوب. اسمهای خوبی که میتونی برای بچه‌ت انتخاب کنی اینه که معناش خوب باشه و به اضافه معنا اینه که اسم بتی نباشه، اسم اله و معبود و غیر حقی نباشه، اسم شخصیت‌های بد در تاریخ یا در وضع حالی انسان‌ها نباشه. اسم مثلا شما ببینید اسم یه رقاصه رو که مطرح هست نباید روی دخترتون بذارید. اسم یک کسی که به فساد و فحشا و قتل و غارت معروفه نباید روی بچت بذارید. و هر اسمی که معناش خوبه، اسم بت نیست، درش معنی عبادت برای غیر خدا وجود نداره و در این حال هم اسم شخصیت بدی نیست که هر بار این اسم رو بگی تداعی اون شخصیت رو بکنه در ذهن این بچه، بقیه اسمای دیگه جایزه. معنیش خوب باشه عرض کردم و اون مواردی رو که عرض کردم درش رعایت شده باشه. وگرنه شما میبینید، شما فرض کنید اسم سهیل، اسم عامر، اسم عمر، اینا اسمایی بوده از قبل از اسلام بوده، بعد اسلام ادامه داشته، پیامبر هیچ کدوم من نکرده. برخی از اسمها که معنیش بد بوده یا عبادت برای غیر خدا بوده یا خودستایی درش بوده، این اسمها رو تغییر داده رسول الله علیه السلام. بقیه اسمها مثل خودشون موندن. شما نگاه کنید عثمان، اسم حضرت عثمان بوده، قبل اسلام بوده، بعد اسلام همچنان ادامه بوده. ابو بکر، عمر، طلحه، زبیر، همه اینها همین اسمهایی بودن، همه اینها مبشرات مبشرین بالجنه هستن، پیامبر مژده بهشت به اینها داده. بفرمایید. 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 سلام، بفرمایید. چه کار کنید یه بار دیگه بفرمایید؟ از این پول خیرات بدین، زکات بدین، چیه؟ از کدوم پول؟ پولی که عمر تبدیل میکنم، بار تبدیل میکنم. پولی که از چی؟ به گمرک بار تبدیل میکنم. بارا مردم تبدیل میکنم. از این خیرات بدین، زکات بدین، چیه؟ من متوجه نشم. پولی که از چی میگیری؟ گمرک بار تبدیل کنم. گمرک، گمرک. گمرک، آها، آها، رشوه یعنی؟ بله 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 بله، جواب میدم خدمتتون. آره، که
یک سوال بگم که یک دختری که براک کلون خودتر نشی دادید اما براک کلون دادن این چیز روی دختری که؟ با براک خود در براک خود شیر دادیدن بدن اما براک کلون تا شیر دادین؟ روایه بدونم و برای کلونتر اگه من بگم اتاق فرمان این صحبته شما رو برای من بار من متوجه نشدم اگر اتاق فرمان متوجه شدید به من بگید بفرمایید سلام بفرمایید ممنونم. بسید من خواهم اسم پسرمو بذارم محمد الیاس بعد همین میخواهم الیاس صداش کنم بعد این چی جوریه؟ بله جواب میدم خدمتتون. خیلی ممنون. زنده باشید خدا نگهدار. اما در مورد اینکه پولی که رشوه میگیرن یعنی ایشون میگه گمرکی میگیرن اگه مقصود گمرکی اگه مقصود هر چی است که حکومت تعیین کرده و اینا دارن کار اونجا کار میکنن این اشکال نداره کارشون و حقوقشون رو میگیرن ولی اگر از مردم رشوه میگیرن این رشوه حرامه این رشوه ای که میگیرن حرامه زکات هم از اون بدی قبول نیست و باید پول رو به مردم و به صاحبش برگردونید رشوه گوجس به پیامبر فرمود لعن الله الراشی والمرتشی خدا لعنت کند بر رشوه گیرنده و رشوه دهنده هر دوش لعنت شده لذا اهل علم میگن رشوه گناه کبیره است و کسی هم که رشوه میگیره مالش حرامه و زکات دادن از اون مال حرام قبول نیست لذا حدیث صحیح فرمود ان الله طیب لا يقبل الا طیبا خداوند پاکه و جز پاک رو نمیپذیره و اما سوال بعدیتون رو من متوجه نشدم دختری که گفتید شیر دادید اگه مقصود اون بود هر دختری رو که شما به شیر داده باشید مثل دختر خودتونه دقیقا دختر خودتون چگونه از اونم اونطوریه با همه فرزندانتون محرمه با دختر و با پسر مثل خواهر و برادرن با شوهرتون مثل دختر خودشه و اما سوال بیننده عزیز دیگری گفت که اسم محمد الیاس میذاری بعد الیاس صداش میکنی اشکال نداره هیچ اشکالی نداره شما محمد الیاس میذارید اسمش رو و بعد تنها الیاس صداش میکنی هیچ مشکلی نیست اگر محمد امین میذاری بعدن میگی امین یا محمد صادق میذاری بعد فقط صادق رو صدا میزنی ایراد و اشکالی درش نیست امروز در عالم اسمهای مرکب زیاده که دو اسم هستن افرادی که دو تا اسم دارن یعنی اسمشون از دو بخش تشکیل شده درسته هیچ اشکالی نداره و اما بیننده عزیز دیگری سلام علیکم و رحمت الله و برکاته آقای دارابی باشید دولت عثمانی یعنی چی؟ دیگه فیلم طغرل غازی این چطوری به اسلام چی خدمتی کرده اینا درسته این سریال هایی که درست کردن یا دروغه چطوری هم باید همه چی باب به ما بده الله نگهدار زرابی سلام علیکم این شب قدر بعد چند سال عبادت کنیم یک سال مثلا ما عبادت بکنیم بعد میخوابیم دوباره بذار سوال اولشون رو جواب بدم بعد سوال دوم رو بار دیگه میشنویم اما در مورد دولت عثمانی میگه یعنی چی همونطوری که میدونید عثمان اسم یه شخصی و ایشون وقتی که به خلافت میرسه در خلافت اسلامی رو به عهده میگیره و بعد از اون مدت‌های طولانی این به عنوان یک سلسله و یک خاندان نسل در نسل ادامه داره و خدمات بسیار زیادی هم به مسلمانان میکنن و خلافت عثمانی آخرین خلافتی است که مسلمانان دارن بعد از اون است که عالم اسلامی تقسیم میشه و هر کشوری برای خودش یک دولتی میشه ولی در قبل در زمان عثمانی ها تقریبا همه عالم اسلامی یکی بودن به جز اینکه در مقابل اونها صفوی ها ایستادند و صفوی ها از عالم اسلامی خودشون رو جدا کردند چند تا جای کشور دیگر هم بود که جدا شد ولی سپس همه کشورهای اسلامی هر کدوم به نوعی جدا شدند و خودشون
اعلان استقلال کردند. اما اینکه آیا فیلم هایی که ساخته میشه درسته، من این فیلم ها را حقیقتا ندیدم، ولی آیا این فیلم ها همش درسته؟ نمیتونم بهت بگم همش درسته یا همش درست نیست، ولی خب بخشی از تاریخ اسلامی رو، تاریخ کشورهای اسلامی رو نشون میده و شخصیت های خوبی رو معرفی میکنه. فیلم ارطغرل الان در نمیدونم به کجا، به چند قسمت چندم رسیده در شبکه نور که پخش میشد در شبکه و شما بینندگان عزیز هم شاهد اون بودید. اما و شاهدش هستید، شاید هنوزم اگه اتاق فرمان به من بگن به کجا رسید ارطغرل تا بتونم دربارش بیشتر بگم. سلام علیکم. شب قدر بعد چند ساعت عبادت کنیم؟ یک ساعت مثلا ما عبادت میکنیم بعد میخوابیم، دوباره سر زنگ میذاریم که شما عبادت. لطفاً با واتساپ تماس نگیرید عزیزان، با واتساپ تماس نگیرید که یک ساعت دوباره دیگه مثلا بلند میشیم دوباره عبادت میکنیم. سبحان الله، الحمدلله، اینا ذکر. اما در مورد اینکه شب قدر رو آیا میشه یک ساعت عبادت کرد بعد بخوابد، همه جورش میشه. میتونید یک ساعت عبادت کنید بخوابید بعد بلند بشید یک ساعت دیگه عبادت کنید، ذکر کنید، تسبیحات کنید، قرآن بخونید و میتونید کل شب رو هم مشغول عبادت باشید. این دیگه برمیگه ببینید اینجا یه مسابقه است. سابقو الى مغفرت من ربکم، سارعو الى مغفرت من ربکم. خدا ان فرمود مسابقه بدید در کار خیر و مسارعه کنید، شتاب کنید در اعمال خیر. و اینه که انسان در این شبهای قدر داری با زمان خودت مسابقه میدی که در این زمانی که داری چقدر عبادت کنی، چقدر راز و نیاز کنی، چقدر قرآن بخونی. و هر که بیشتر انجام بده اجرش بیشتره، هر که مخلصانه تر انجام بده اجرش بیشتره. خب این محدود نیست، کسی هست میتونه شب رو تا صبح بیدار باشه و عبادت کنه، یکی هم از یک ساعت عبادت میکنه و میخوابه. خب این دوتا مثل هم نیستن در ظاهرش، باطنش هم معلوم نیست. اگه اونی که یک ساعت عبادت کرده اخلاص داشته باشه و اونی که تا صبح نشسته ریاکارانه این کار کرده باشه، خب اون یک ساعته از اون کل شب عبادت کرده جلو میفته. ولی خب اگر اونی که اخلاص داشته باشه و تا صبح بشینه مشغول عبادت باشه، قطعا از اونی که یک ساعت عبادت میکنه و اخلاص داره حتما جلوتره، حتما پیشتره. خب صدای بیننده دیگری رو میشنویم. ببخشید برادر، همین رو فراموش کردم. میخواستم ببینم فطریه چنده و بر کیا واجبه، یعنی کسی که اموال داره یا برای همه که میتونن فطریه بدن فطریه واجبه؟ و اینکه اسم سوگند فکر میکنم خوب نباشه، درسته؟ یعنی قسم، نمیدونم، به نظر من شاید درست نسال شما که بهتر میدونید، عالم هستید، اگر در این زمینه راهنمایی کنید ممنون میشم. زکات فطر یا سر فطر مقدارش 2 کیلو 600 تا 3 کیلو هست. اگه تونستید 2 کیلو 600 گرم یا 3 کیلو از غذای اصلی خودتون، اگه غذای اصلیتون برنج، یعنی در هفته فرض کنیم 5-6 روزش رو برنج میخورید، 4-5 روز رو برنج میخورید، یعنی غذای اصلیتون هست دیگه، در نتیجه باید برنج بدید برای هر یک نفر از اعضای خانوادتون. 2 کیلو 600 گرم حداقل و تا 3 کیلو برنج باید بدید یا قیمتش رو بدید. یعنی اگر خانواده شما 10 نفر باشید 26 کیلو تا 30 کیلو برنج رو میخرید از همونی که خودتون مصرف میکنید به فقیر و مستمند بدید. به چه کسی میرسه؟ به کسانی که فقیرن، نیازمندن، مقروزن، مانده در راهن. هر کسی که از اینهایی که نیازمند و فقیر باشه میتونید بهشون بدید. به غیر فقیر و نیازمند، یعنی کسی که بی نیازه، کسی که پول داره، نمیتونید بدید، باید حتما به فقیر بدید. بعضیا میارن اینی که برمیداره میده به همسایش، اونم میاره میده به همسایه دیگه. نه، اینگونه شرعا جایز نیست و اصلا زکات فطرتون ادا نشده اینگونه، مگه اینکه اون همسایه شما فقیر باشه. و اما
اسم سوگند ممنوعیتی نداره. اسم سوگند، اسم سوگند یه را دشکاری درش نیست، یعنی قسم. قسم چیزی نیست، یک کلمه از قسم. شما فکر میکنید هر چیزی اسمش قسم بود دیگه چیز عجیب و غریبیه؟ نه، قسمه. وقتی قسم رو بخوری به خدا بگی الله به الله، اون وقت این قسم نمیتونی به اسم روی کسی این رو بذاری. الله بالله بگی نمیتونی، تالله بگی نمیتونی، اینا قسمن. ولی خود لفظ قسم رو که بگی اشکال نداره. بفرمایید. 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 سلام استاد عبدالرحمن، هستم از افغانستان. یک سوال داشتم، منظور سوره کافرون چی است؟ چرا دو آیتش تکراری آمده؟ سلام استاد عبدالرحمن، هستم از افغانستان. یک سوال داشتم، منظور سوره کافرون چی است؟ چرا دو آیتش تکراری آمده؟ خب ایشون میگن منظور از سوره کافرون چیه؟ منظور از سوره کافرون، سوره کافرون نازل شده از سوره های مکی هست و در مکه نازل شده، در اونجا اعلان براءت است. کافرون گفتن بیایید یه روز شما خدای ما رو عبادت کنید، یه روز ما میایم شما خدای شما رو عبادت میکنیم. یعنی گفتن بیاید یه روز بتهای ما رو بپرسید، ما یه روز میایم خدای یکتا رو میپرسیم. سوره کافرون نازل شد، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، من عبادت نمی کنم اون چیزی که شما عبادت می کنید. ولا انتم عابدون ما اعبد، و شما عبادت کننده اون چیزی نیستید که من می پرستم. و این تأکید دلیل بر تأکید معنا هست، یعنی اعلان برات به هیچ وجهی من تابع دین شما و اله و معبود شما رو نمی پرستم به هیچ وجه، نه الان و نه در آینده. اما برای کافرون گفت ولا انتم عابدون ما اعبد، یعنی شما در حال حاضر عبادت کننده اون الهی نیستی که من عبادتش میکنم، ولی در آینده امیدوارم که هدایت بشید و ایمان بیارید و این کارو بکنید. معنی که زمینی هست این هست. و در آخرم فرمود لکم دینکم ولی دین، شما دین خودتون رو دارید، ما هم دین خودمون رو داریم، بر سر دینمون معامله نخواهیم کرد و کوتاه نمیاییم از دینی که داریم، از عبادت الهی یکتا کوتاه نخواهیم اومد و به هیچ وجه قابل معامله و قابل بحث نیست این موضوع. میشه روی قضایای اجتماعی و تاریخی و صلح و اینا صلح کرد، ولی مثل نمیشه بیای گفتگو و مذاکره کنیم روی اینکه آیا بشه الهی غیر از الهی یکتا رو پرستید و عبادت کرد. بفرمایید. 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 صداتون نمیاد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد خوب هستین؟ سلامتی خوب. الله شما را حفظ کنه. استاد عزیز، یک سوال داشتم. استاد، در مرز جمهوری تاجیکستان جمهوری قرقیزستان یک مناقشه به وجود آمد. در همین مناقشه هم از طرف قرقیزستان و هم از طرف تاجیکستان کشته شدن، مقصد همه سربازان که در مرز میسن همه کشته شدن. و مثلا همه یا حکم شهید هم بگیرن، مقصد هم جمهوری. در ماه شریف رمضان و مسلمانان کشته شدن و همجوری جمهوری قرقیزستان که هم مسلمانان و هم در رمضان کشته شدن، حکم بود چی میشه وزیر از نگاه اسلام؟ آیا بگیم که حکم شهید هم بگیرن، یا اینکه نه فصلت باره ما میفهمونیم؟ رسول عزیز خیلی خوب میشید، الله شما رو و تمام کارمندانی. نمیشه در مورد این مسائل گفت که حکم شهید رو میگیرن یا حکم شهید رو نمیگیرن. اینا اولا باید سبب و علت رو دونست، و جنگی که صورت میگیره جنگ فی سبیل الله که نیست، این جنگ فتنه است. این فتنه رو عده‌ای درست کردند و این یه جریمه هست اگر کسایی که باعث شدن که این فتنه درست بشه. و اما اگه اینا هر دو تصمیم بر کشتن همدیگه داشته باشن، بسیار در امر خطرناکی است. و اما در فتنه واقع شدن، براشون دعا کنید خدا ببخشدشون. بفرمایید.
در مورد ادامه دادن این موضوع، در مورد اینکه ببینید همیشه کسی که مورد تجاوز قرار میگیره و مظلومه و داره از خودش دفاع میکنه، از خاکش دفاع میکنه، این درجه شهید داره. من قتل دون ماله او دون عرضه فهو شهید. کسی که در دفاع از اموالش، در دفاع از آبروش کشته بشه شهیده. ولی خب فتنه ای که وجود داره باید جلو فتنه رو گرفت و سعی و تلاش بشه برای اینکه این آتش فتنه خاموش بشه و برادر کشی بین مسلمانان رخ نده. بفرمایید. 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 اما سوال بیننده عزیز دیگری. استاد عزیز، خوب این سلامت این وقت تام بخیر. استاد عزیز، ما اینجا تو ایران است امروز میگیریم، اما نظر به قوانین ایران، مثلا ایران 8:12 اذان مغرب میدن، ما ساعت 8:02 ما بزرگ افطار میگیریم. چون ما زنگ زدیم به سفارت افغانستان، از اول رمضان گفتن از 8:15 شما یه دقیقه بیاییم پایین. الان ما رسیدیم به 8:02، اما اذان مغرب به وقت ایران 8:12 است. آیا این درست است یا نه استاد؟ چیزی رو که سفارت به شما گفتن و اوقات شرعی رو در اختیارتون گذاشتن، طبق مذهب اهل سنت اوقات شرعی رو بهتون گفتن، درسته. هر چی رو بهتون گفتن طبق اون عمل کنید. ببینید الان اوقات شرعی هم وجود داره، اپلیکیشن های هم وجود داره، سایت های هم وجود داره، میتونید به آسونی اسم شهرتون رو بهش بدید، اونم بهتون میگه چه وقتی اذان مغرب هست، چه وقتی اذان صبح هست، همه رو میتونید دقیق به دست بیارید. بیننده عزیزی گفتن سلام علیکم استاد، پدرم یه عادت خیلی بد داره، وقتی مهمون میاد خیلی عصبی میشه، رفتار بد میکنه، لطفا یکم تبلیغ کنید. پای برنامه نشست، هرچه بهش میگیم خوب نیست، بازم دست نمیکشه، این رفتارش خیلی ما رو ناراحت میکنه، ما هرچی میگیم این کار رفتار گناه برای ما، هم عصبی میشه، روزه هم میگیره، قرآن هم میخونه، اما با مهمون خوش نیست. مهمان نوازی یکی از مکارم اخلاقه. پیامبر اکرم علیه الصلاه و السلام فرمود من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. هر کسی ایمان به خدا و روز آخرت دارد، احترام مهمان رو بگیرد، اکرام کنند، نه تنها احترام، یعنی اکرام کردن یعنی اینکه خدمت بهش بکنی، غذا بهش بدی، باش مهربان باشی. مهمانی که میاد خونه شما، در واقع کسی گرسنه نیست که بیاد خونه شما غذا بخوره، مهمان که میاد خونه شما برای دیدن شما میاد، در واقع شما رو بزرگ میکنه، یعنی شما جایگاه بزرگی داری، من اومدم خونت. و از جمله مکارم اخلاق، از جمله فضائل اخلاق اینه که انسان مهمان نواز باشه. مهمانی که میاد خونت، از اونی که داری پذیرایی میکنی، اونی که در اختیارت هست، با روی خوش رفتار میکنی. ببینید اون کسی که میاد خونت، به اندازه ای که براش مهمه تو رود خوش باشه، برخوردت خوب باشه، بهش احترام بذاری، از اومدنش اظهار خوشحالی کنی، به این اندازه به چیزی دیگری خوشحال نمیشه. همینی که روی بازی داشته باشی خودش کار خوبیه، اجر و حسنات عبادت هست. میگه تبسم کافی و چی اخی که صدقه. عصبانیت هیچ خیری درش نیست، تنها زمانی عصبانیت خوبه که در جنگ با دشمنت باشی، و الا در غیر اون عصبانیت هیچ ارزشی نداره. عصبانیت با خانوادت، با دوستات، با مهمانت مخصوصا عصبانی شدن بسیار کار بدیه. و شما ببینید وقتی که مهمان اومد برای حضرت ابراهیم، در قرآن کریمه، شما هم قرآن میخونید، وقتی که مهمانان اومد خونه، جا به عجل سمین، رفت یه گوساله خیلی چاق و چله براشون ذبح کرد، چند تا مهمان داشتن، رفت یه گوساله براشون ذبح کرد. در آیه دیگه میبینید جا به عجل حنیذ، یک گوساله پخته آماده براشون آورد. این دلیل بر حتی نمیشناخت،
گفت اینا منکم واجیلون، من از شما میترسم. شما میگه شما ناشناخته اید، کی هستید که شما ناشناخته هستید، آشنای ما نیستید. بعد در شکل بشر اومدن، ملائکه هستن، در شکل انسان اومدن و وقتی هم که غذا براشون بیاره غذا نمیخورن. خب در قدیم این گونه بود، الان زمانه عوض شده، غذا تو میخورن بعد بهت هم خیانت میکنن. ولی در اون زمان اگه مهمانی میومد، اگر غذای شما رو میخورد، دیگه به هیچ وجه حکم تصرف بدی یا نیت بدی نسبت به شما نمیداشت. میگفتن نان و نمک کرده. و در اون وقت بود که گفت من از تو، گفت نه نه ترس، لا توجل. اون دید که نمیخورن، گفت من از تو میترسم، حتما نیت بدی دارید که غذا نمیخورید. گفتن لا توجل، گفتن نه نگران نباش. بعدم دیگه بهش گفتن که ملائک هستن، بعد مژده دادن به خانومش که حامله خواهد شد و بچه دار میشه و مژده این که بچه خداوند بهش میده بهش دادن. به هر حال مهمان نوازی از جمله اخلاق انبیا هست، از جمله مکارم اخلاقه، فضائل اخلاقه و از جمله مهمان نواز بودن خوش رفتار بودنه. این که دیگران از دیدنت خوشحال بشن، از دیدنشون خوشحال بشی. ولی یک کسی مهمان براش میاد، وقتی مهمان اومد با مهمان خوبه، تندی نمیکنه، ولی با زنش با بچهش با همه داره، خلاصه داد میزنه روی سر این یکی، داد میزنه روی سر اون یکی. این جزء اخلاق نیکان نیست. سعی کنید اخلاقتون جزء اخلاق خوبان باشه. و پیامبر به یه صحابی که اومد گفت که یا رسول الله به من یه توصیه نصیحت بکن، بهش فرمود لا تغضب، عصبانی نشو. باز گفت خب یه نصیحت دیگه بکن، بازم فرمود لا تغضب، بار سوم فرمود لا تغضب، سه بار بهش گفت که لا تغضب. گفت این بهترین نصیحت برای تو. اما سوال بینید، بفرمایید، خواهش میکنم. سلام و رحمت الله، فرمو برای برس. ممنونم، زنده بی باش، فرمو خواهش کنم. فرمو اولا چند دعا مثلا وقت سوره انبیاء آیه 88، بله، بعد سوره آخر مبارکه نوح، بعد سوره ابراهیم آیه 41 تا 45، هم دعا اجن لا دعاء قراني للسجدان عليه اخوين هاي الراسه. هو اول سؤالا، بلى سؤالا، اجتهادي كم بو ولي بوخشا فرموا اجتهاد ما هو سمن لطريق هذا مقاوم قرآن وقرآن فين مخاز بلى بل ترجمة آية تاني أغيك بناه أنساري بلى لا آية لسورة مائدة من سورة مباركة مائدة آية 66، بلى ترجمة آية أي پیغمبر، أي پیغمبر آن چرا از سوی من از سوی پروردگارت در باره ولادت و رهبری علی ابن ابی طالب علیه السلام بر تو نازل شده ابلاغ کن. بله معلومه، اسلام ندهی خیان خدا را نرساندی. خب اشتهاد من اما او اگر محیبت کرد ام پیامه بگینی که اساتی یا مدیریت شبکه جهانی نور ای هم خیری گله قرآن چاپ کن، اما به ترجمان اهل سنت استفاده کن، چون الان اهل سنت اکثرا کسانی بینین آموزش قرآنی هم تیدن رو نوله قلم قرآن هم درامت یک ابو اوان هم لعمل اجنو هم بنی اخوان ناشیشینا بله بله ارزد کما و قل او هین قلمه هینی انواع تریشی است که ترجمه فارسی اهل سنت شیاتیا جال برو بله هست اویش هست ترجمه اهل سنت هست اگر بتوان اوی تایب کن که ترجمه اهل سنت و باشتره دی اگه سوال ترد نیا من بله سوال ترد نیا جنابت والله كاك ابراهيم اصوال من يا ربي بالله ممنون خالد لقال خا حافظ خا حافظ يا ربي خا اشرب خا حافظ ولا اما سوال اولشون در مورد آیاتی که دعاهای قرآنی رو میگه بهش گفتن که دعاهای قرآنی رو در سجده نمیتونی بخونی.
دعا اگر هر دعایی رو به عنوان دعا بخونی جایزه، به عنوان دعا نه به عنوان تلاوت قرآن. بله رسول الله علیه الصلاه و السلام فرمود که در قرآن نخوانید در سجده، ولی در سجده قرآن نخوانید، اما دعاهای قرآنی رو به عنوان دعا جایزه بخونید، چون این دعا هست. حتی در وقتی که مثلا تمام فقها از جمله امام نووی وقتی که میفرماید که مثلا کسی که میفرماید که زنی که در عادت ماهانه است نباید قرآن بخونه، ولی همشون بدون استثنا میگن اون آیات و اون دعاهایی که در قرآن هست رو میتونه بخونه، آیت الکرسی رو میتونه بخونه، سوره فاتحه و سوره قل هو الله قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس رو به عنوان رقیه شرعی میتونه بخونه، اذکار صباح و مسا رو میتونه بخونه. اینا در حالی که معتقدن که باید حتما در عادت ماهانه قرآن نخونه. البته بنده رأی اونا رو ترجیح میدم که میگن قرآن خوندن برای زنانی که در عادت ماهانه هستن جایزه، دلیلی بر ممنوعیتش وجود نداره و جایز هست. فقط این رو ذکر کردم به عنوان این که وقتی که در این مورد جایز میدونن، در سجده هم اگر به عنوان دعا میخونی دیگه شما دیگه دارید دعا میکنی، تلاوت قرآن که نمی کنی. مقصود این نیست که تلاوت قرآن کنی، بله تلاوت قرآن نهی ازش شده، اما دعاهای قرآنی جایزه. سوال بعدیشون هم که توضیح دادم، بله انصاری شیعه هست، در نتیجه در تحریف کرده اند معنی قرآن رو، هیچ جای قرآن چنین چیزی نیومده و پیامبرم ابلاغ نکرده که علی ابن ابی طالب جانشینه. خب در نتیجه خودشون رد میکنن. اگه اعلام کرده بود خب میدونستن، خودش هم میگه بیام، اگر نمیدونید پیامبر اعلام کرد من جانشینم. بفرمایید. 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 بفرمایید خواهش میکنم. آقا این کتاب فتره یتیمای سید گناه نداره بگیم یا گناه فتره و زکات به بچه های یتیم سید باشه، آقاشون سید باشه، بچه هاشون هم یتیم، زکات فتره بشون. الو. بله 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 صدا دارم میشنوم، بفرمایید. بله ببخشید، من میشه که مثلا زکات فطره بدیم به بچه های یتیم سید؟ بله جواب میدم خدمتتون. ممنون، خدا نگهدار. اما در مورد اینکه آیا بچه های ایتامی که سید هستند میشه بهشون فطری زکات فطر یا زکات مال داد؟ زکات فطر و زکات مال ابتدا این رو عرض کنم که به فقیر داده میشه، کسی که فقیر و نیازمنده. اگر یتیمی نیازمند و فقیر بود زکات میتونی بهش بدی، زکات فطر هم میتونی بهش بدی. ولی اگر یتیمی فقیر نبود، ایتامی هستن از پدرشون ارث براشون گذاشته شده و فقیر نیستن، در نتیجه نمیتونی زکات بهش بدی، نمیتونی سرفطر بهش بدی، چون نیازمند نیست. این یک مبحث. مبحث دوم، آیا سادات بهشون زکات میرسه یا نه، میشه زکات بهشون بدید یا نه. در اصل زکات نباید به سادات داده بشه، ولی این مخصوص زمانی است که سادات از غنائم خمس میگرفتند، سادات از حکومت و از بیت المال حقوق ثابت داشتند، ولی در این زمانه که سادات هم مثل بقیه آدمای دیگه نیازهای مادی دارن، این نیازهای مادیشون رو باید چطور رفع کنن اگه فقیر و نیازمند باشن. زیرا میتونید به کسانی که سید هستند، یعنی از اهل بیت هستند، و زکات بهشون بدید اگه فقیر باشن، صدقه بهشون بدید اگه فقیر باشن. و اما اگر میتونن، حد امکان نباید بگیرن، ولی اگه نیاز داشته باشن شرعاً جایزه بگیرن، با توجه به اینکه منبع دیگه‌ای وجود نداره، از جای دیگری چیز دیگری نیست. مردم یا باید هدیه بهشون بدن، یا باید صدقه بهشون بدن، یا باید زکات بهشون بدن. خب اگه کسی هدیه نداد چیکار باید بکنن؟ در صدقه براشون جایزه، زکات فطر و زکات مال هم براشون جایزه.
بیننده عزیز گفتن که سلام علیکم، اگه کسی به خاطر فرار از گناه وسوسه و وسوسه شیطان و فهماندن و دادن جواب رد به احساس بد زندایی خودش در هنگام احوال پرسی که در نظر بدی نداشته باشد سر او را ببوسد، آیا مرتکب گناه شده است؟ مسلماً مرتکب گناه شدید. حق این رو ندارید که ایشون نامحرم شما از سر ایشون رو ببوسید. خب چرا این کار رو باید بکنید؟ این کار رو نباید بکنید. تا امکان داره باید حتماً از این دوری کنید. حالا اگه در این شرایط خاصی قرار گرفتی، در این وضعیت خاصی قرار گرفتی، حل میگن لکل حادثه حدیث، خب شر بزرگ رو به وسیله شر کوچک دفع کردن جایزه. شر بزرگ رو به وسیله شر کوچک دفع کردن جایزه. میگه سلام، اگر مانتو پایین تر از زانو باشه و چادر نگیری ایرادی دارد یا خیر؟ ببینید، کلن لباسی که از لحاظ شرعی برای زنان از اینه که چسبیده به بدن نباشه، ساتر همه بدن رو بپوشونه و نازک هم نباشه. اگه این شرایط رو در هر لباسی داشتید، اون لباس شرعی و درسته. یعنی نچسبیده باشه به بدن که اعضای بدن رو تجسیم کنه، نازک نباشه و عرصوت ساتر همه بدن زن رو هم ستر کرده باشه. اگه چنین شرایطی رو داره، این درسته و میتونی بپوشید. بفرمایید. صداتون خیلی ضعیفه. بفرمایید. پس مثلا آیت قنوت در نماز واجبه؟ چی در نماز واجبه؟ قنوت. قنوت. قنوت در نماز، در کدوم نماز؟ نماز صبح رو میگید؟ کلا پنجگانه. پنج وقت، بله بله. جواب میدم خدمتتون. مرسی، ممنون. خدا نگهدارش. نماز قنوت رو، نماز قنوت در نماز وتر سنته. نماز وتر که میخونید، قنوت در اونجا سنته. اما در نمازهای پنجگانه فقط وقتی سنته که نوازل باشه، یعنی وقتی که بلایی نازل میشه برای دفع بلا دعا کنید، قنوت بخونید. قنوت رو میتونید در پنج فرض بخونید وقتی بلایی میاد برای دفع بلا. مثلا در این موقعی که فرض کنید کرونا اومده، جایز قنوت بخونید برای دفع بلا. جایز قنوت بخونی برای هر بلای دیگری. این در پنج فرض. اما در نظر امام شافعی در کل وقت در نماز صبح قنوت خوندن در رکعت دوم نماز صبح جایز و سنته. بلکه میفرماید که سنت در نزد امام شافعی، میگویند سنت مؤکده، اما در و نزد امام مالک همچنین، اما در نزد بقیه ائمه قنوت فقط در نوازل هست و امیدوارم که جواب ایشون رو داده باشم. ما وقت نداریم، اگه وقت هست من ادامه بدم، وقت نیست که تموم کنم. بله، وقت تمومه. دوستی سوال کرده بود در مورد ارطغرل که در شبکه اون میگه فعلا استاپ شده، توقف دادن و تا الان هم 112 قسمت پخش شده. ببینید، سریال خوبی، بنده ندیدم البته، ولی شنیدم که دیگران دربارش به خوبی حرف میزنن و میگن خب بخشی از تاریخ مسلمانان هست، آگاهی خوبی پیدا میکنه. تا برنامه دیگر، فرصت دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.